در کنار این قضیه در لبنان یک مسئله خیلی بزرگی پیش اومده که حتی در صدا سیما هم دیدید کشیده شد مردم لبنانی که ناراحت بودن آقا جمهوری اسلامی کجاست و در کنار اینکه جمهوری اسلامی ما را تنها گذاشته الان داره بحث فروخته شدن آقای نصرالله توسط جمهوری اسلامی مطرح میشه آرش مرسی بابت استیکر من این صحبت من نیست البته یک نگاهیه که در لبنان داره جدی میشه و من نمیتونم نظر قطعی بدم جمهوری اسلامی حزب الله رو فروخت یا نفروخت اینا بعد در آینده اطلاعات بیشتری به دست ما بیاد چیزی که من از اول مطمئن بودم جمهوری اسلامی قمپوز است و الان که درگیری جدی شده بعد از اتفاق طوفان الاقصی که نتایج طوفان هم واقعا لذت بخشه چیزی از محور مقاربت این طوفان باقی نذاشته ولی اسرائیل سر احمقان دیگه مطالب همه چی رو برعکس می‌بینن گفتم کل محور مقاربت رو بعد بزنیم محور میگو پرچم جمهوری اسلامی هم به جای اون خرچنگ یا اون خفاشی که وسطشه باید میگو بذارن میگو همیشه برعکس را میره همه چیزو رو برعکس میبینن تفلکی ها همه کاراشون برعکسه و این جماعت میگووار که <تصفح> ارتوفان اقصاد چیزی از ازشون باقی نمونده ولی اسرائیل که سر آمریکا پایگاهاش سر جاش اینا یک مسئله که پیش اومده چون قمپوز زیاد در میکنن و الان قمپوز ها حالا بعد در میدان واقعی چه که ها رو در میدان واقعی بعد نقد کنن تو حساب پولش رو ندارن که تو اون حسابی که باید شجاعت باشه توانایی باشه تکنولوژی باشه اراده باشه هیچی ندارن شیه بی همه چیزه شیه بی همه چیزه همچون حضرت علیش به خدای ایران قسم اینو نه سلبی میگم نه از رو کینه میگم یکی از کسیفترین آدم های روی زمین حضرت علی امام اول این جماعت خیلی آدم کثیفی بود امام علیشون تفتون امام علیتون تفتون حال داستاناش که کاری ندارم میگم یه خورده بچتون نمیشونم بعد بگم ولی واقعی دارم میگم خارج از بحث سلبی داشتم صحبت میکنم به صورت ایجابی علی یک انسان پلید سرشت بود اما در کنار همه این صحبت هایی که داریم بیان میکنیم در لبنان اتفاقی که داره رخ میده میگن ما رو فروخته من غالبا خودم فکر میکنم جمهوری اسلامی نه نفروخته نه قمپوز در کرده منتها دیده زورش نمیرسه دیگه رها کرده البته شاید اونایی که تو لبنان اینو میگن اونا درست میگن بعضی از دوستان نزدیک من میگن نه جمهوری اسلامی فروخته با آوردن پوزیده و اینام امکانش هست امکانش منتفی نیست منم استدلال جدی تری ندارم که بگم نه این این نظریه که جمهوری اسلامی حزب الله رو فروخته غلطه استدلالی ندارم صرفا احساسم با شناختی که شیعه دارم اینه که قمپوز در کردن حالا دیدن نمیتونن رها کنن پاپک مرسی دبیر شورای عالی شورای اسلامی عربی لبنان که این آقاست صحبتاش بسیار جنجال به پا کرده چون 48 ساعت قبل از ترور آقای مرتی که اسمش چیه حسن نصرا ببین داره اسم یادمون میره حسن دیگه نیستی ما سخرانی های کی رو آنالیز کنیم حسن <تصفح> چقدر گفتم من از ابراهیم عقیل دلم تنگ شده برای سخرانی خب میامدی یه سخرانی میکردی که من حداقل آخرین سخرانی تم خودم دوباره یه دونه چیز میکردم یه برحال آنالیزی روش میرفتیم دوباره بچه ها میخندیدیم تو یه چهار تا یواش یواش تحملن تحملن می دور این آقا روز چهارشنبه میاد تو تلویزیون لبنان و میگه من به نصرالله زنگ زدم بهش گفتم وصیت تو بنویس جمهوری اسلامی تو رو فروخته و تو خیلی زود کشته میشی صحبت برای همین خیلی جهانی شده چون این صحبت ها رو ایشون 48 ساعت قبل از یعنی چهارشنبه اومده اینا رو مطرح کرده و صحبت های دیگه هم البته بعدش کرده تو همون مصاحبه که ترجمه شده به زبانهای مختلف داره در دنیا خیلی دست به دست میچرخه و در لبنان الان ویدیو اوله پربازدیدترین ترین ویدیو در 24 ساعت گذشته این صحبت ها بوده چرا چون 48 ساعت قبل از بمباران آقای نصر این حرف رو گفت زن. من زنگ زدم به نصر گفتم کار تمومه و البته در اینجا میگه که بعد از پیجرها و آقای ابراهیم عقیل و اینا رو که زدن دعوا در درون حزب الله انجام شده و خواستن که نصر رو خل کنن یعنی نصر رو بذارن کنار و یکی دیگر رو جاش بیارن و ایشون در حقیقت رهبری حزب الله رو بگیره و افشاگری خیلی مهمی داره قبلا خودش دوست آقای نصرالله بوده محمد علی حسینی دبیر شورای اسلامی عربیه و البته الان خب چیز بوده مخالف نصرالله بوده منتقد نصرالله بوده ولی با همه این وجودا میگه من زنگ زدم گفتم حواست باشه که تو فروخته شدی اجازه بدید که ببینیم چی گفته معشملک میگه به تو میگویم نزدیکانت را فرا بخوان واحد عهدک ات را مهیا کن وکتب وصيتك وصيت خود را بنویس فمن اشتراک زیرا کسی که تو را خریده بود باعک اليوم امروز تو را فروخت ولو تعلم و اگر بدانی ایران درباره تو چه گفته ببین خیلی خیلی با اعتماد به نفس بالایی صحبت میکنم من به عنوان کسی که برنامه سازم اون حالا ما مثلا تو بستر یوتیوب اجرا میکنیم کسی که حالا تو بستر سیاسی لبنانم باشه در این سطح خیلی علنی صحبت کردن و با اعتماد به نفس صحبت کردن نشون میده که اطلاعات دقیقی داره یعنی خاک تو سر تو جمهوری اسلامی بکنم که اگه واقعا فروخته باشی و اگه واقعا این درست بگه انقدر سوراخی که اطلاعات به این آخوندم رسیده ماذا قالت ایران عنکه و ماذا اوصلت میگه و اگه بنه چه در مورد تو گفته و چه اطلاعاتی رو درباره تو فرستاده به اسرائیل من معلومات و ماذا ارادت مقابل راسك و میگه در مقابل سر تو چه خواسته هایی رو مطرح کرده که اینو ذیل اینی که آقای ب... شما صحبت های پوزیده الان این صحبت های ایشون و حرف های پوزیده یکی در میاد من الان موزه گیری نمی کنم چون قلب من همچنان میگه جمهوری اسلامی نصر را نفروخته اما حرفایی که این داره میزنه با اتفاقاتی که رخ داده هماهنگه منتها چون هنوز تصویر کامل نشده من راستش در اینجا جرأت موزگیری ندارم چون نمیدونم چون موزگیری الان ببین این اطلاعاتی که الان وجود داره بهش میگن اطلاعات ای یعنی اطلاعاتیه که خیلی موثق مبسط... یه چیز نیست خیلی اطلاعات خیلی محکم و ثابت شده ای نیست بهش میگن دیتای ژله ای من روی دیتای ژله راستش ترجیح میدم نمیگم اینا اشتباه کسی میکنه اینو میگه رو اطلاعات ژله تحلیل میکنه اشتباه نیست ولی من ترجیح میدم در اینجا اروش رو شناختم به فضایی که وجود داره بیشتر چیز کنم ولی باز حرفی نمیزنم شاید فردا حرفای اینو بیام کامل تایید کنم چون هر چیزی که این نکته که میگه میگه در, موق... در مورد تو در مقابل سر تو هایی که مطرح کرده خیلی مهمه و با حرفای پزشکیان در سازمان ملل هماهنگ حرف ایشون چون پزشکیان اونجا صحبت از تسلیم در برابر اسرائیل کرد صحبت هایی که آقا ما رو وارد جامعه جهانی کنید و فلان و کارهایی که آقای ظریف آقای عراقچی هم دارن میکنن با این هماهنگ که بس نصر الله رو فروختن به آمریکا آمریکا هم آمارش داده به اسرائیل چون اسرائیل هم این سطح اطلاعاتی که داره تنهایی که نیست آمریکا داره باش همکاری میکنه بنابراین صحبت شون اینجا خیلی به نظر من مورد توجه عنک و ماذا اوصلت من معلومات و ماذا ارادت مقابل راسک لانقلبت المعادله دا... میگه معادله دگرگون میشد ولكن من الليله اعلم ولی از امشب بدان که تو به هدف اول تبدیل شدی که میگه چهارشنبه پنجشنبه هیچ چی جمعه کتلت کتلت نشده آب پست شده حالا گفتیم دیگه سکته کرده یا خفه شده انت اصبحت اصبحت اليوم الهدف مثلا این روز سه‌شنبه نمیگه قبلش نمیگه خیلی با اطلاعات داره صحبت میکنه میگه از امشب تو هدف اول شدی تو رو فروختن اول لذلك اكتب وصيتك میگه وصیت خودت حالا برو بنویس و هذا ليس تهديد و میگه این یک تهدید نیست اکتب وصیتك و نحن اليوم ما امروز با جدیت صحبت میکنیم تازه داره تاکید میکنه گیر هم با جدیت حرف میزنه نحن اليوم نتكلم بجديه و سننتظر و س... میگه و منتظر میمانیم و میبینیم ببین چقدر سطح اعتماد به نفس بالاست كل المنامات والاحلام التي رايت ميگه همه خوابها و رؤیاهایی که دیدی بری به مثلا مسجد الاقصا انگشت وسط بین دو تا انگشتر امید دانا القدس بی انظر من قالها میگه ببین چه کسی اینها را بهت گفت که میری مثلا چیز در حقیقت و من خ... و فریبت داد خب این صحبتاش اینجا خیلی مهمه صحبت دیگه یه هم میکنه که در همین مصاحبه با العربیه و افشاگری میکنه که بعد از مرگ ابراهیم عقیل و پیجرها و اینا دیگه اعتماد حزب الله سران حزب الله به حسن نصرالله سلب شده و تو درون شورای رهبری حزب الله شورشی هم به پا میشه امکان داره پس از همون جام در حقیقت خیانتی شده باشه به نصرالله چون چیزی هم که الان اسرائیل داره نشون میده اطلاعات نصرالله به صورت آنالوگ لو رفته یعنی اینکه اینا تا دو ساعت سه ساعت قبل قبل از ورود نصرالله به ساختمون خود اسرائیل هم خبر نداشته و اطلاعات به صورت تکنولوژی و اینا لو نرفته به صورت آنالوگ بوده یعنی یک عامل انسانی آمار داده و خبرگزاری فرانسه اعلام میکنه کسی که اطلاعات و لو داده یک فرد ایرانی است. خبرگزاری فرانسه میگه و امروز خیلی از کانال های عبری هم به این قضیه پرداختن که همه اینها تحلیلی، ایشون که تحلیل نمیکنه. آیه الحسینی داره یه جورایی با دیتا صحبت میکنه، خیلی مطمئن صحبت میکنه. شواهد تا اینجا داره نشون میده که ایشون درست میگه. خیلی جالبه من هم نظر نیستم باهاش <applause> ولی شواهدشون میده این درست میگه و من احتمالا منم تو روزهای آینده به این نتیجه من بر خودم به نتیجه برسم شاید منم به این نتیجه برسم که ایشون یعنی یعنی منم بیام میگم همینه فعلا از نظر من و نظر ایشون چون ایشون صحبتش هم بهترین دلیلی که آدم میتونه بگی که درست گفته یا غلط خود واقعیت میدانیه دیگه الان به صورت میدانی حرف این درست داره بده یعنی خود منم بین خودم و بین این آقا الان حرف این آقا رو قبول میکنم ولی برای خودم همچنان یک علامت سوالی رو دارم دیگه علىته نعم فعامله چی گفتم يا نه ميگه بگيد اطلاعاتي امروز به دست من رو اقول ما وصلني اليوم بان هناك حاله من القلق وضعيتي عن نगरानी و استقرار بار والتوتر توتر اول مره در درون حزب الله رخ داده داخل حزب الله التنظيم في مجلس الشوره هناك انتفاضة على السيد حسن نصر الله اشاره رهبري شورش شده و علي السيد حسن نصر الله دارن شورش میکنن نعم انتفاضه و بالامس بله شورش و شامگاه روز گذشته یعنی سه این صحبت ها مال چهارشنبه است سه شورش شده چهارشنبه ایشون این صحبت ها رو میکنه نصرالله روز جمعه با نماینده جمهوری اسلامی آقای نیل فروشان جلسه ای میذاره در زاهیه بیروت و بعدش هم کتلت حتی بقیه کترت شده ایشون آپس شده لیلن تم طرح به شده میگه که مسئله سلب اعتماد از حسن نصرالله مطرح شد سلب اعتماد آقا تو نمیتونی دیگه رهبری کنی پیجرت که اینجوری بوده اونطوری بوده انقدر شکست پشت سر هم حسن نصر الله و نعم و غ... و في المجلس شور القرار بعد گوینده میگه که تا این حد میگه بله بله و در مجلس شورای حزب تصمیمی قدم و الشیخ توسط شیخ محمد یزبک ارائه شد میگه که شیخ محمد یزبک یک تصمیمی رو اومد ارائه کرد توی شورای مرکزی محمد یزبک ان هو یستلم زمام الامور فلم یعده که خودش زمام عموم تو دست بگیره یعنی محمد یزبک شورش میکنه که میگه آقا من بد رهبر حزب الله بشوی این اصلا بعد بری یه مقدار استراحت کنی البته بنده خدا دیگه 48 ساعت بعدش یه جوری استراحت کرد که دیگه به کامل دیگه استراحت میکنه هناك ثقه بالسيد حسن نصر الله على مستوى القرار میگه چون دیگه نصر الله قابل اعتماد نیست نه در حوزه تصمیم گیری و نه در حوزه جنگ روانی و على مستوى كما يقولون الحرب النفسيه التي كان يقولها فهو جعل ببین جنگ روانی مثلا تفلک نصر الله و خیلی از این بچه‌ها همین دیگه مثلا ببین جنگ روانی تو گفت باید یک داشته ای داشته باشی در کنار اون داشته جنگ روانی کنی تو هیچ تو هیچ که اندازه یک صفر کلت گنده است تو آخه وقتی که هیچی نداری جنگ روانی مسحک میشه با یواش یواش و با این گالانت و مالانت و هر کاری دلت میخواد و اینا که ببخشید بر دنبال فکر نون باشی اینا که خربوزه که آبه با این چرت و پرتا شما جنگ و پیروز بشی یارو این همه امکانات تکنولوژی داره بعد تو میای برای جنگ روانی در دلقک مثل این تیم سبا باتری قوم بیاد برای رئال مادرید جنگ روانی را بندازه کری بخونه اکثر ببنانی. لبنان میگه میگویند که او اکثریت لبنانی ها رو چی ها الحرب التي كان يقولها فهو جعل که او اکثریت لبنانی ها رو اکثر لبنانیین و خاصتا الحزب والقاعده وال و مخصوصا مثلا حزب شو اینا در جامعه شیعیان رو با وعدای آنچنانی فریب داده یعنی خر کرده مردم کلا کار شیعه خر کردن دیگه آقا کلا کل جمعی ایزان شیعه کارشون خر کردنه الشیعه ان فلع... مثلا این کریم شیرایی ما یا اون مثلا علیزاده همین هم همدیگه دارن خر میکنن دیگه ما فلان ما میتونیم علی فرسوید بشین آره پشمش کتف چپش رو میخوای بغاری ها میگه فهم... در جامعه شیعیان را با وعده آن چه و ولی نمیستطع الان ان ينفذ ای میگه ولی نتونسته با این فریبایی که داده هیچ کدوم از وعده هاش عملی کنه شی ما قاله هو الواضح ان حزب الله يتراجع وكل يوم فی خسائر یه است که حزب الله حالة پسرف وهر روز خسارت ميبينن اصلا نابود ميشه هذا ما دعا ال القيادة الشورة في حزب الله ان يجتمعوا مؤكدا وانا انقل معلومات نعم وهي افتقاط ميجي این اطلاعات من مبسقه وان اطلاعات دقيقه مصادر وصلت لنا بان الرجل لم يعد م. يتمتع بهذه الهالة ميجي این فرد ديجي ان حالة نور مقدس خود را ندارد قدسية الرجل فقدت ديجي اون حالة قدسي که دور خودش داشت و در حقیقت از دست داده و در شورای حزب اعتمادش را از دست داده عند باقی الشورى الرجل اليوم موضع انتقاد و هناك اسهم وجهت له داخل مجلس الشورى خاصه من السيد ابراهيم امين السيد ومن الشيخ میگه آقای ابراهیم امین السید و شیخ محمد یزبک دیگه به آقای نصرالله اعتمادی ندارن شیخ محمد یزبک که انت لم تعد طليق بهذا میگه به هد... او گفتن شما دیگه شایستگی مدیریت نداری هذه المرحله انت تعاني من توتر عصبي انت المكان الذي انت من شما جماعه دكتور اضطراب روحي حسيت جالبه من آخرين سخراني اخي نصر الله كي كه... اینجا اومدیم آنالیز کردیم حالا فردا دوباره باز پخش میکنم در کانال یوتیوبمون حتما ویدیوهایی که در کانال یوتیوب میذاریم حالا فقط برنامه زنده رو نگاه نکنید اون ویدیو رو حتما برید روش یه لایکی بزنید اینا که کانال پویا و پویاتر باشه واقعا زحمت داریم میکشیم در تیم رود در اون آنالیز بارها گفتم که نسل نسبت به گذشتهش مضطربتر خیلی استراب داره قافیه رو باخته بود معلوم بود قافیه رو باخته موجود فیه و با خوردن قرص اعصاب نمیتوانید ادامه دهید یعنی اینجا الان لو میره که نصر الله برای که بتونه تسلط و خودش رو حفظ کنه قرص اعصاب میخورده خورده خیلی واقعا رهبری چنین جریانی سختا ما که تحلیل میکنیم و اینا واقعا استرس زیادی داریم تحلیلمون درست در میاد غلط در میاد زایه میشیم زایه نمیشیم چه برسه به اینکه جون افرادم دستت باشه حالا ما تو برنامهمون تحلیل میکنیم جون کسی دستمون نیست یعنی همین که آدم زایه میشه میدونی انسان دوست داره همیشه حرفاش درست در بیا بعد بیا بگه دن دن اللا در نه دن الله دانا و آل دانا وقتی که تحلیل درست در میدادم خیلی چیز میشه خیلی پف میکنه و مثلا آی من دیدی درست گفتم فلان کردم که خراب که میکنه یه سرش در پایین و دنی سرویسه این تازه برای یه برنامه سازه. وای والی که یارو رهبر یه چیزی باشه که به کلی هم ادعا و کلی هم رجه و حالا جون کلی آدم هم دستته یعنی اشتباه تو باعث کشته شدن دست کم اون تعداد قابل یا ناقص شدن هزار عضو حزب الله شد این خیلی فشار روانی میاره و خب اینا نتایج گندگوزی در شیعه دیگه وقتی توانایی نداری ولی ادعا داری خب این صحبت های ایشون خیلی 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 الان صحبت های اول در لبنان بقیه سر کارن این صحبت ها به خاطر که الان ایارش چون 48 ساعت قبل از مرگ نصر الله و میاد با اعتماد میگه که از امشب نصر الله هدف اوله و میزننش و 48 ساعت بعد میزنن این صحب... این این, این مصاحبه برای این آقا فکر میکنم دیگه یه حکم طلا پیدا کنه با این سطح صحبت که بیان کرد و درست در اومد و الان این آقا دیگه خیلی نظریاتش فکر میکنم تو منطقه مهم و مهمتر بشه چون نقطه زنی کرد دیگه نقطه زنی کرد و بحثی هم توش نیست و این الان برای جمهوری اسلامی خیلی هزینه سنگینی داره حالا تو بخش آخر تحلیل کلی تر خواهم داد که جمهوری اسلامی چگونه با اتفاقات روز گذشته نه تنها ورق برگرد نه ورق صرفا برنگشت جمهوری اسلامی به سمت نابودی رفته جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه محور مقاربت داشته باشه دو دستگی های شدید فقط در لبنان نیست در عراق درگیری بالایی داشتیم در عراق دیروز یه تعدادی از هواداران جمهوری اسلامی خواستن برن سفارت آمریکا اونجا چیز کنن یه غلطایی بکنن بقیه مردم عراق نذاشتن و حتی در بین خود نیروهای هشتال و شیعیانی هم که میخواستن برن سفارت یک بخش دیگه از همون نیروها مخالف بودن و بحث جدی داره صورت میگیره در بین نیروهای گروه محور مقاربت برای اینکه مستقل بشن از جمهوری اسلامی چون میگن آقا جمهوری اسلامی الان تو موقع خطر چیز ما رو نداره هوایی ما رو نداره و اون پولی هم که باید به ما بده آنچنان پول نمیده یا ما باید, باید مزدور باشیم مثل گروه واگنر الان گروه واگنر مزدوره میره آدم میکشه حتی تو کجا توی آفریقا پول میگیره کار میکنه میگه آخه ما تو محور پولی هم آنچنان از جمهوری درسته پول خرج میکر. ولی در دو سال گذشته وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی و فروش نفتش رو که حراج کرده اون پولی که نسبت به سالهایی در دوران پرفروغ آقای احمدی نژاد که در هشت سال اینا تونستن یک چیزی نزدیک به 800 میلیارد دلار نفت بفروشن رقم رقم سنگینیه در اون موقع در اون موقع 800 میلیارد همین الانش رقم سنگینی یاری که فهمی داشته باشیم از این رقم قرارداد 25 ساله با چین 400 میلیارد یعنی دو برابر اون رقم جانشین حسن نصرالله هم همین الان میگن انتخاب شد احتمالاً آقای صفودین بله معلوم بود پدر شوهر خانم زینبم جانشین آقای چیز شد خب اینم به زودی کتلت میشه چیزی نیست هر کی جانشین بشه کتلتش میکنه بله هاشم صفی الدین در حقیقت جانشین آقای حسن خرسالله شد بگذاریم این حالا چون تحلیل زیادی داریم و این هر کی جانشین بشه بهزودی زودی کتلت میشه به هر روی محور مقاربت داره خطش یعنی اتفاقی که افتاده در این نه روز قبل از این محور مقاومت یه بحثات و زمزمه هایی داشته ولی در این نه روز این زمزمه ها داره بلند شنیده میشه و مطمئنا ریزش ها انشاب ها و در حقیقت سوا کردن سفره از جمهوری اسلامی جدی شده چون جمهوری اسلامی نه پول گذشته داره به اینا بده نه از نظر مینوی حالا بهش میگن معنوی و از نظر در حقیقت حمایت و غیر و اینا عملا هم برای هنیه کاری نکرده به جز یک بخش رجزخونی و اینا و برای نصر هم که الان دیگه دست کم کاری نکرده دیگه حالا این که داره میگه فروختن و و مطالبی هم که داره میگه در و پنجره تحلیل و اطلاعاتی که داره میده جورم در میاد که جمهوری اسلامی حتی آقای نصر الله رو احتمال فروختنش هم زیاده تا ببینیم روزهای آینده چی میشه